قال علی علیه السلام ان اخوف الفتن عندي فتنه بني امیه فانها فتنه عمیاء مظلمه. تقدیم به پیشگاه مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش صلوات بلندی خط کنیم. روز اربعین حسینی است. این روز یکی از ایام اختصاصی زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از نزدیک و از دور است. مسئله زیارت امام حسین برای فرهنگ تشیع یک مسئله مهم و اساسی است. اون چه بر اهمیت اصل زیارت می افزاید متونی است که از ائمه علیهم السلام برای قرائت زیارت انشاء شده است. مثلا زیارت اربعین یا زیارت وارث یا زیارت عاشورا و زیارت‌های دیگر فراوانی که با اسانید متصل از ائمه هدا در اختیار ما هست. تأمل در این زیارت‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از مضامین و محتوای این زیارت‌ها در لعن و نفرین نسبت به دشمنان اهل بیت است که با تعبیرات مختلفی این نفرین درباره گروه‌های مختلف دیده می شود. گاه نسبت به اشخاص است و گاه نسبت به گروه‌ها است و اقوام. در میان همه آنها نفرین نسبت به بنی امیه از همه برجسته تر است و مسئله بنی امیه برای ما یک مسئله سرنوشت ساز است. بسیاری از حوادث تلخی که در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده است ریشه هایی در دودمان بنی امیه دارد و شناخت این جریان به لحاظ فکری و اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است. و به تعبیر استاد بزرگوار مرحوم شهید مطهری، چه بسا کسانی که بنی امیه رو نفرین می کنند در زندگی آنها هم رگه ها و ریشه هایی از همون فرهنگ بنی امیه وجود داشته باشد، در حالی که خودشان تحت تأثیر این جریان قرار دارند در ظاهر هم آنها رو نفرین می کنند. ما در برابر حوادثی که بعد از پیغمبر اکرم اتفاق افتاد به لحاظ جریان خلافت و حکومت
دو اعتراض و انتقاد داریم. اعتراض و انتقاد اول مربوط است به جابجایی در افراد، کسانی را که کنار گذاشتند و کسانی را که به جای آنها به قدرت رساندند. لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرخا. این یک اشکال و انتقاد و یک اختلاف نظر بین ما و اهل سنت. اختلاف دوم این است، کسانی که به قدرت رسیدند در تقید به اصول و مبانی اسلامی مورد اشکال هستند، عمل کرد اونها مورد نقد قرار می گیرد علاوه بر صلاحیت ذاتی اونها. این دو اشکال. ولی آیا غیر از این دو اشکال مسئله دیگری هم در جریان خلافت وجود دارد؟ و اگر از این دو اشکال صرف نظر کنیم، اختلافات ما به پایان می رسد؟ به نظر می رسد این دو اشکال جنبه کلامی دارد و تعیین تکلیف این مسائل به عهده متکلمین است که در این زمینه فراوان بحث کرده اند، چه در میان علمای ما و چه در میان علمای عامه، و این نزاع‌ها قدیمی است. یک نزاع سوم وجود داره که به نظر می رسد این نزاع سوم از اون دو نزاع و اختلاف دیگر اهمیتش بیشتر است، و اون نزاع این است، کسانی که به قدرت رسیدند با صرف نظر از این که واجد شرایط و صلاحیت بودند یا نبودند، عمل کرد اونها مورد انتقاد بود یا نبود، بعد از گذشت مدتی که درباره این مدت هم توضیح عرض خواهم کرد، خلافت را استحاله کردند. استحاله خلافت به چی؟ استحاله خلافت به ملوکیت و به سلطنت. این مسئله غیر از مسئله اول و غیر از مسئله دومه. در واقع مضمون خلافت، جانشینی پیغمبر اکرم به عنوان حکومت دینی بود. خلیفه اول هم همین رو ادعا می کرد، خلیفه دوم هم همین رو ادعا می کرد، ولی بعدن استحاله، تحول و دگرگونی که اتفاق افتاد این بود که حکومت دینی تحت عنوان خلافت تغییر ماهیت داد به سلطنت، به همان ماهیت و فرمی که در دنیا سلطنت وجود داشت و بنا بود که در دنیای اسلام الگو و مدلی از حکومت پیغمبر وجود داشته باشد، و اینو تغییرش دادند. حالا اجازه بدید قبل از این که من این نکته رو باز بکنم و توضیح بدم، اصل این تغییر را که اتفاق افتاد خدمت شما عرض کنم. ابن خلدون که با یک نگاه عمیق اجتماعی این گونه مسائل را بررسی می کند،
یک فصلی در کتاب مقدمه خودش داره، فصل 28. عنوان این فصل اینه: تبدیل خلافت به پادشاهی. تبدیل خلافت به پادشاهی. اصلا مسئله نزاع بر سر خلیفه اول یا خلیفه دوم یا برخی از اموری که مورد اعتراض و انتقاد ما هست در اینجا مورد نظر ابن خلدون نیست. از همه اونها صرف نظر می کند، چون او چنین نگاه کلامی مانند ما به این مسائل ندارد و اون حکومت را پس از پیغمبر مشروع می داند، ولی در این حال معتقد است که یک تغییری به وجود آمد و اساس حکومت از خلافت به پادشاهی و سلطنت تغییر پیدا کرد. حالا این تغییر در چیست؟ در توضیحات بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد که چه تغییری اتفاق افتاد. از زمانی که خلفا یکی پس از دیگری بعد از پیغمبر اکرم به قدرت می رسیدند، پیوسته این سوال مطرح بود که ما خلیفه ایم یا ملکیم. اول در زمان خلیفه دوم به صورت روشن این مسئله مطرح شد، چون خلیفه اول که دوران حکومتش کوتاه بود. در زمان خلیفه دوم که حکومت گستردگی و استقرار بیشتری پیدا کرد، بعد این سوال مطرح بود که این جنس حکومت چیه؟ چه تعریفی برای این حکومت میتوان داشت؟ اصلا مشخصه ها و شاخص های حکومت های دیگر عرفی در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ و اگر وجود ندارد جایگزین اونها چیست؟ حالا اجازه بدید من اینجا این گفتگویی رو که برخی از منابع نقل کرده اند برای شما از یک منبع بسیار قدیمی بخوانم. در طبقات هست: ان سلمان ان عمر قال له. این ماجرا رو سلمان فارسی نقل میکنه، میگه عمر به او گفت عمل کن انا ام خلیفه. خود خلیفه سوال کرد من چیکارم، پادشاهم یا خلیفه‌ام؟ فقال له سلمان. سلمان پاسخ کوتاه و اجمالی نداد، یک معیاری را مشخص کرد، گفت اگر اینجوری باشی خلیفه ای، اگه اونجوری باشی سلطان و پادشاهی. خوب دقت کنید، از همون آغاز تفاوت این دو جریان در تدبیر حکومت و جامعه مورد توجه مسلمان ها بودش که خلافت غیر از سلطنته. شبهه مفهومیه نبود، شبهه مصداقیه بود که عمل کن انا ام خلیفه، من چه کار هستم؟ فقال له سلمان ان انت جبیت من ارض المسلمین درهما او اقل او اکثر ثم وزعته فی غیر حقه فانت ملک غیر خلیفته. خلافت و سلطنت فرقش اینه: درآمدی که از اموال عمومی کسب میکنی و میگیری چگونه مصرف میکنی؟ اموال عمومی در اختیار همه حکومت ها هست، این که فرقی نمیکنه چه خلافت باشه چه سلطنت باشه. مهم اینه که این اموال رو که
جمع آوری میکنی که اموال مردم هستش، یک درهم یا کمتر از یک درهم یا بیشتر از یک درهم، بر مبنای داوری، بر مقیاس چی؟ یک درهم. ثم وضعته فی غیر حقه، اگر در غیر جای خودش مصرف میکنی، بیجا و بی مورد خرج میکنی و هزینه میکنی، فانت ملک، تو پادشاهی. خلافت جانشینی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، جانشینی پیغمبر است. پیغمبر خدا این اموال را در جای خود مصرف میکرد، تو بی جا مصرف بکنی پادشاه هستی، جانشین پیغمبر نیستی. و انت ملکون غیر خلیفه. در این نقل تاریخی که ابن عسیر هم عیناً در کامل آورده داره بعدش، فاستعبر عمر، عمر شروع کرد به اشک ریختن که چه کار سخت و دشواری بر عهده من هست. در همون طبقات هست، قال قائلون یا امیر المؤمنین ان بینهما فرقن، قال عمر ما هو، یک کسی گفت به خطاب کرد به خلیفه دوم، تفاوتی بین این دو هست. عمر گفت فرقش چیه؟ خلافت و سلطنت فرقش چیه؟ حالا این تعبیرات یه مقداری در فرهنگ ما تغییر پیدا کرده. اگر بخواهیم با ادبیات خودمون صحبت کنیم، خلافت با زبان امروز ما یعنی حکومت دینی، سلطنت با تعبیر ما یعنی حکومت عرفی. همین قدرت های ظاهری که در دنیا هستن، از او سوال کرد به چه فرقی است؟ گفت الخلیفه لا یأخذ الا حقا ولا یزعه الا فی حق. اساس کار در خلافت و جانشینی پیغمبر اینه، اخذ بر اساس حق است، اعطا بر اساس حق است، گتره و گزاف نیست، سوء استفاده ای وجود نداره، امور پاکه. اگه این حکومت حکومت پاکی باشه، اینو گفتن چیه؟ خلافته. اما اگر نه، پاک نباشه، با تعبیری که اینجاست و الملک یعصف الناس، پادشاه فرقش با خلیفه این هستش، پادشاه با زور کار میکنه، یعصف الناس، گریبان مردم رو میگیره. در حکومت دینی مردم بر اساس ایمان و اعتقاد با حکومت همکاری میکنن، اما پادشاهی احتیاج به رضایت مردم نداره، بر اساس اعمال قدرت هست، همینو بس. والملک یعصف الناس فیأخذ من هازا و یعطی هازا، از هر که بخواهد میگیرد و هر که هم بخواهد میدهد، قاعده و قانونی وجود نداره. از همون زمان این گفتگوها نشان میدهد که مسئله تفاوت ماهوی بین خلافت و سلطنت مورد توجه مسلمان ها بوده. مسلمان ها در زمان پیغمبر اکرم خلافت را، خلافت الهی را تجربه کرده بودند. اما بعد از پیغمبر سوال این نبود که این خلیفه مشروع است یا نامشروع است. چه بسا کسانی که در این گفتگو شرکت میکردن، کسانی بودند که خلافت را مشروع هم میدانستن. سوال مهمتر این بود، استحاله ای و دگرگونی در حکومت به وجود آمده یا به وجود نیامده است؟ این مسئله بود در همون زمان. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، تا اونجایی که بنده به خاطر دارم و در آثار مختلف دیده ام و مراجعه کرده ام، هیچ کس رو
در میان علمای شیعه به خصوص در دوره های متأخر ندیدم که مثل علامه طباطبایی روی این موضوع حساسیت داشته باشه، روی موضوع استحاله خلافت. لذا اینا مشکلشون در زمان خلیفه اول نیست، میگن این استحاله اون وقت اتفاق نیفتاده بود، هنوز خلافت بود. مشکلشون در زمان خلیفه دوم هم نیست، میگن اون موقع هم اشکال در کار حکومت بود اما هنوز استحاله اتفاق نیفتاده بودش. اما یه زمانی بود که دیگه استحاله شد. حالا اجازه بدید از آقای طباطبایی یه چند مورد رو عرض کنم که نشانه های این استحاله رو مرحوم علامه نشان میدهد. یه کتاب، کتاب شیعه ایشان هست، همان مذاکرات با پروفسور کربن. اونجا تعبیر ایشون اینه: با شهادت حضرت علی معاویه روی کار آمد و خلافت را به سلطنت مطلقه تبدیل نمود. این مال زمانی است که قدرت را معاویه به دست گرفته، نه اینکه علامه طباطبایی نسبت به خلیفه سوم غمز عین بکنه و اشکالات و اعتراضات نسبت به او یا متائنی که در کتاب‌های کلامی هست بخواد نادیده بگیره. این همون اشکال سومه که عرض کردم. اون استحاله رو تا زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که قدرت رو به دست گرفت، این استحاله اتفاق نیفتاده بود، انحرافات بود به سلطنت مطلقه. یه کتاب دیگریشون داره، تشیع، رسالت تشیع در دنیای امروز. معاویه به خلافت اسلامی از راه دیگری غیر از طرق خلفاء راشدین تسلط یافت و پس از خود خلافت را بر پایه وراثت استوار ساخت. اونای همچین اقداماتی در بر مبنای وراثت نمی کردن و به طور آشکار خلافت را به یک سلطنت استبدادی تبدیل کرد. حکومت اسلامی نوبنیاد به شکل امپراتوری آی زمان شد و در نتیجه دو تا نتیجه ایشون برای این سلطنت می شمارد که این دو تا نتیجه در دوره های قبل به این شکل نبود. اولا تقارب طبقات را که اسلام بنیادگذاری نموده بود از بین برد. این یک فاصله فاحش طبقاتی. دوم این نظام هرچه نیرو داشت، این تعبیر رو از مرحوم آقای طباطبایی دقت بفرمایید، این نظام هرچه نیرو داشت صرف جهانگیری و توسعه حکومت میکرد، مرزها رو میخواست گسترش بده، یه مأموریت جهانی برای خودش تعریف میکرد. ما دنیا رو باید اصلاح کنیم و بگیریم. این نظام هرچه نیرو داشت صرف جهانگیری و توسعه حکومت میکرد، حتی این که خلیفه دوم برای تشویق مردم به جهاد امر نمود کلمه حی علی خیر العمل را از اذان بردارند تا مردم از جهاد به نماز نپردازند. اونی که سیاستش جهانگیری است دیگه نمیتونه 5 بار به مردم اعلام کنه حی علی خیر العمل، نماز خیر العمل استش، باید این شعارها رو تغییر بده و به اقتضای همین تغییرات این شعارها از ناحیه حکومت تغییر پیدا می کرد. کم کم این تغییرات به حد نصابی رسید که استحاله پیدا بشه. در اثر همین زیاده روی، همین زیاده روی یعنی چی؟ یعنی زیاده روی در همون عنصر جهانگیری سیاست خارجی، بقیه مقاصد عالیه اسلام
مربوط به تربیت و تکمیل و تهذیب مردم تحت الشعاع قرار گرفت. امر ایمانی که امر درونیه، امر اخلاقی که امر درونی هست، امر تربیت که امر درونی هستش، و این همه در قرآن کریم در آیات مختلف این امور که پایه و اساس دینداری رو تشکیل میده، همه اینها تحت الشعاع قرار گرفت. این تعبیر ایشون هستش، برای اینکه ما در دنیا بتوانیم مانور بدیم و همه سرمایه ها رو جمع کردیم، سرمایه های انسانی و اقتصادی رو توی این زمینه سرمایه گذاری کردیم، برای اینکه به دنیا بگیم که ما اسلام رو میخواییم به شما نشان بدیم. اینجاست که مرحوم آقای طباطبایی میگه که حکومت استحاله شد، این دیگه خلافت نبود، این همون سلطنت بودش، ولی یه پوسته ای ازش، پوسته ای از اسلام رو بر او قرار داده بودن. یه کتاب دیگر هم مرحوم علامه طباطبایی داره به نام شیعه در اسلام. عرض کردم ایشون در آثار فراوانش این مطلب رو هی تکرار کردن، ولی من این سنمونه رو انتخاب کردم، بیش از این هاست. در سال 40 هجری معاویه بر خلافت اسلامی استیلا یافت و بلافاصله به عراق آمده سخنرانی کرد، به مردم اخطار نمود و گفت من با شما سر نماز و روزه نمی جنگیدم، بلکه می خواستم بر شما حکومت کنم و به مقصود خود رسیدم. خدا پدرشو بیامرزه که آمد راحت کرد، حرف آخر رو زد دیگه، یعنی پرده نفاق کنار رفتش که من کاری به دین شما ندارم، من دنبال حکومت بودم. خب این دیگه فرقش پس با همین سلطنتی که پادشاهان دنیا دارن و به قدرت فکر میکنن و میخوان به قدرت برسن چه فرقی میکنه؟ میخواستم برسم و رسیدم. علامه اینطور استفاده میکنه از این کلام معاویه. معاویه با این سخن اشاره میکرد که سیاست را از دیانت جدا خواهد کرد، یعنی در کار سیاسی کاری به ارزش‌های دینی نخواهد داشت، که دین چی میگه، این قیود رو کنار میگذاره و همه نیروی خود را در زنده نگه داشتن حکومت خود به کار خواهد برد. اصل اینه که این حکومت با محوریت این شخص بمانه، و البته روشن است که چنین حکومتی سلطنت و پادشاهی است، نه خلافت و جانشینی پیغمبر خدا. این تحلیل مرحوم آقای طباطباییه که تفاوت ماهوی در خلافت و سلطنت اینه، اونجایی که شخص محور حکومت قرار میگیره، خودش رو مساوی با حکومت و حکومتش رو مساوی با خدا و دین میدونه، این همون سلطنته، این همون سلطنته، فرقی نکرده. اما در حکومت که خلافت باشه مبنا دین خداست، و البته روشن است که چنین حکومتی سلطنت و پادشاهی است، نه خلافت و دانشینی پیغمبر خدا. و از اینجا بود که بعضی از افرادی که به حضور وی بار می‌یافتند به عنوان پادشاهی سلامش می‌دادند. همین طوره تاریخ نشون میده که اصلاً عنوان را هم کم کم تغییر می‌دادند، یعنی عنوان سلطنت بود، عنوان ملک بودن بودش. در انصاب الاشراف هست، در کامل ابن اسیر هم هست، در هر دو من دیدم و اینجا ثبت کردم. دخل سعد ابن ابی وقاص علی معاویه، سعد ابن ابی وقاص وارد شد بر مجلس معاویه، فقال السلام علیک ایها الملک، سلام به پیشگاه اعلی حضرت همایونی. فضحک معاویه، معاویه لبخندی زد و گفت و ما کان علیک یا ابا اسحاق رحمک الله لو قلت امیر المؤمنین. ابا اسحاق، سعد ابن ابی وقاص، چی شده؟
چه اشکالی داشت که میگفتی السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین رو برداشتی میگی پادشاه؟ فقال سعد ابن ابی وقاص گفت اتقولها جزلان زاهکن والله ما احب انی ولیتها بما ولیتها به. گفت به خدا قسم که من هرگز حاضر نیستم چنین حکومتی را برای چنین عنوانی برای تو بپذیرم. تو کجا امیرالمؤمنین هستی؟ همون پادشاهی، نه کمتر نه بیشتر، فرقی نکرده. خب فرق یه پادشاه و خلیفه چیه؟ بعضی از این جملاتی که خواندم این تفاوت رو نشان میداد، اما صریح‌تر و روشن‌تر منشأ این تفاوت در کجا؟ نقطه افتراق بین سلطنت و خلافت در تاریخ یعقوبی است. دخل الیه سعد ابن مالک. سعد ابن مالک وارد شد بر معاویه، فقال السلام علیک ایها الملک، سلام پادشاهی داد، سلام به عنوان اعلی حضرت، به عنوان سلطان ملک، السلام علیک ایها الملک. فقط به معاویه ناراحت شد، گفت ای ما حکومتمون حکومت دینی، ما امیرالمؤمنینیم، ما جانشین پیغمبر هستیم، تو داری جایگاه دینی ما رو نادیده میگیری، عنوان دینی ما رو نادیده می انگاری. فغضب معاویه فقال الا قلت السلام علیک یا امیر المؤمنین، چرا من نمیگه سلام بر تو ای امیر المؤمنین؟ چرا عنوان رسمی من که امیر المؤمنین هست رو به کار نمیبری؟ یه پوسته باقی مونده بود که معاویه میخواست این پوسته رو برای خودش حفظ کنه، چون به دردش میخورد ولو از نظر واقعیت خلافتی هم نباشه، اما این عنوان کارساز بود. لذا گفت الا قلت السلام علیک یا امیر المؤمنین. سعد ابن مالک که امیر المؤمنین رو کنار گذاشت به عنوان عنوان و گفت ملک، برای چی؟ قال ذاک ان کنا امرناک، تو وقتی امیر المؤمنین بودی که ما که مؤمنین هستیم امارت و فرمان روایی تو را قبول داشتیم و تو رو به قدرت میرساندیم، اون وقت میشدی چی؟ امیر المؤمنین. مؤمنین چیکار دارن به قدرت تو؟ در شکل گیری قدرت معاویه ابن ابی سفیان مردم مسلمان و مؤمن چه نقشی داشتن؟ چرا باید به تو بگیم امیرالمؤمنین؟ اختلاف در ملک بودن یا خلیفه بودن به اینجا منتهی شد که مبدأ قدرت چیست؟ قدرت رو از کجا آوردی؟ مگه بقیه سلاطین دنیا با زور به قدرت نرسیدن؟ تو هم مثل اونها، چرا میگه امیرالمؤمنین؟ این حرف حساب شده ایست، هم از نظر منطقی و هم از نظر اینکه یه فردی از این شجاعت برخورداره که در برابر معاویه بگه ذاکه ان کنا امرناکه، مگه ما تو رو به قدرت رسوندیم؟ مگه مؤمنین در شکل گیری حکومت تو نقشی داشتن که تو بگی امیرالمؤمنین؟ به ما چه ربطی داره؟ تو با زور آمدی. انما انت منتز، تو یه دیکتاتوری. این تعبیر نشون میده که از نظر همون مسلمان ها امکان نداشت شخصی خلیفه باشه ولی در این حال دیکتاتور باشه، ظالم باشه، فاسد باشه، به زور قدرت را گرفته باشه، این امکان نداره، پس این خلافت نیستش. تلقی مسلمان ها از خلافت این بود. وقتی که عمر گفت اخلیفتون
انا املک. سلمان فارسی گفت ملاکش اینه، چگونه عمل میکنی؟ برای خودت کار میکنی یا برای مردم کار میکنی؟ اینجا پایه قدرت چیه؟ از مردم گرفته ای یا بر سرنیزه اتکا داری؟ اون سلطنت هستش، خلافت اینه. ذاک ان امرناک انما انت منتظ. شما این تعبیر منتظ که به معنای دیکتاتور بودن و به زور قدرت را به دست گرفتن باشه، حالا چون روز اربعین هست مناسب هست همین جمله رو هم اینجا عرض بکنم. وقتی که خبر فوت معاویه به مردم کوفه رسید و کوفیان شیعیان جمع شدند در خانه سلیمان ابن سرد خزائی و مذاکره کردند برای اینکه امام حسین را دعوت بکنیم و نامه ای اونجا نوشتند و امضا کردند که بعد البته این نامه ها متعدد و متکثر شد، ولی اون نامه اول که بزرگترین رجال شیعه امضاشون پای اون نامه هست و جزء اسنادی است که باقی مانده و شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش آورده، اون نامه است که حبیب ابن مظاهر اسدی امضاش پای این نامه هستش. بزرگان شخصیت آی کوفه امضای اونها هست. اونجا تعبیری که این رجال بزرگ داشتن این هست: معاویه مرده، ما آماده ایم. اما تعبیر چیه؟ تعبیرشون این هستش: اما بعد، فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الامه. خدا رو سپاسگزار هستیم که دشمن جبار شما به هلاکت رسید. این دشمن جبار کسی بود که انتزع على هذه الامه، به زور بر این مردم مسلط شده بود. اشکال و ایراد این بودش. درسته که منکرات مختلفی در حکومت معاویه و بنی امیه وجود داشت، اما وقتی که شیعه اعتراض میکنه و امام حسین رو دعوت میکنن به کوفه، اول منکری که وجود داره اینه که پایه‌های این حکومت بر اساس چیه؟ زور و قلدری. ابتز علی هذه الامه فابتزها امرها و قصبها فیعها و تعمر علیها بغیر رزن منها. آخه بعضی ها هستن که تا میشنون میخونن میبینن کسی گفته که بالاخره رضایت مردم هم در حکومت یه نقشی داره، یه فلجمله ای، به قول قدیمی ها یه نیمه هشاشه ای، یه سهمی هم برای رضایت مردم شما قرار بدید، یا به تعبیر امروزی برای جمهوریت نظام. میگن اینا رو از کجا آوردی؟ یه حرفا نیستش در اسلام که چه رضایت باشه چه رضایت نباشه. بابا حبیب ابن مظاهر، سلیمان ابن سرد وقتی دارن نقد میکنن حکومت معاویه رو، اشکال اولشون اینه که اینا بدون رضایت مردم قدرت را به دست گرفتن. این سقراط یک کبرای مطوی هم وجود داره پشتش که کسی حق ندارد بدون رضایت مردم قدرت را تصاحب بکنه. لذا این قدرت فاقد مبنای مشروعیته. قصب فیعها، اموال عمومی را گرفتن و ربودن، و تعمر علیها به غیر رزن منها. قد می فرمید از روز اول بحث در این بود که فرق است بین سلطنت و خلافت. این فرق وقتی ما متوجه شدیم که عرض کردم بزرگان ما در طول تاریخ دیگه، این از نقاط افتراق شیعه و سنی نیست، هم علمای ما گفتن هم علمای اهل سنت گفتن
الان اینجا من دارم یک منبع و مخزی، ولی فرصت و مجال نیست براتون بخونم. جاهز دانشمند معروف عرب یک رساله‌ای داره، رسالتون فی بنی امیه، رساله‌ای که به چاپ رسیده درباره بنی امیه. تعبیرش اینه: و بعد مصرع علی اعتزل حسن ابن علی عن الحرب و تخلى لمعاویه عن الخلافه لتفرق اصحابه. امیرالمؤمنین که به شهادت رسید، اصحاب حسن ابن علی او رو تنها گذاشتن، او هم از قدرت کنارگیری کرد. فاستبد معاویه بالملک و خالف الشورا و حول الخلافه ملکا. این یه مبنایی است، حول الخلافه، خلافت را متحول کرد، دگرگون کرد و تبدیلش کرد به ملوکیت. حالا یه رساله‌ای هم ابوالاعلای مودودی داره، عنوانش اصلا همینه: خلافت یا ملوکیت. هم علمای ما قبول دارن، هم علمای عامه قبول دارن. حتی رشید رضا که در مذهب خودش فرد متعصبی هم هست و در لابلای تفسیر خودش این تعصب رو نسبت به شیعه نشون میده، میگه که حدیث معتبر داریم، پیغمبر فرمود خلافت 30 ساله، بعدش خلافت تمام میشه. و بعد اون میگه که این 30 سال کی به پایان رسید. دقت میفرمایید؟ تعبیر تفسیر عرض کنم المنار اینه: و بعد علی و الحسن علیهم السلام تحول امر الاسلام من خلافت نبوت الى ملک. تعجب یه همچین موضوعی که از طول در طول تاریخ همه برش وفاق پیدا کردن که این تغییر اتفاق افتاد، شیعه و سنی پذیرفتن، هنوز برای بعضی از ما این تغییر ناشناخته است که چگونه ممکن است یه استعاله‌ای در حکومت دینی اتفاق بیفته، ماهیت عوض بشه. ولی عنوان خلافت بود، خب خلفای بنی امیه و بعدم خلفای بنی عباس، هم عنوان خلافت رو یدک می کشیدن. ای کاش افرادی بودن و می آمدن و در این زمینه تحقیقات جدی انجام می دادن که اصلا اصل این استحاله چیه و زمینه های این استحاله چی بوده، پایه ها و ارکان این استحاله چیه که اتفاق می افته. من سراغ ندارم. به هر حال بعد از این که در المنار اینطور میگه، میگه که تغییر اتفاق افتاد، از خلافت به ملوکیت مصداقا للحدیث صحیح. میگه مصداق همون حدیث صحیح نیست که از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که پیغمبر فرمود الخلافت و بعدی فی امتی 30 سنه، بعد از من خلافت در این مدت 30 سال طول میکشه. 30 سال، 30 سال بعد از پیغمبر اکرم. ثم ملکون بعد از ذالک، بعدش پادشاهی دیگه تمامه. بعد رشید رضا میگه رواه احمد، علمای عامه و منابع عامه رو میشموره، میگه این حدیث حدیث صحیح هست، احمد حنبل نقل کرده و ابو داوود و ترمذی و غیرهم. 30 سال بیشتر خلافت نبودش. خب این 30 سال کی میشه؟ اگر مبدع را وفات پیغمبر اکرم قرار بدهیم تا 30 سال، اون 30 سال چگونه استش؟ مسعودی آمده این تطبیق رو انجام داده به نحو خیلی دقیق برای اینکه نشان بده که اونچه پیغمبر اکرم فرمودن 30 سال خیلی دقیقه، حدسی و تقریبی نیست. میگه ابوبکر 2 سال و 3 ماه و 8 روز
و شما اینها رو با هم جمع کنید و به همون عدد 30 سال میرسید. عمر 10 سال و 6 ماه و 4 روز، عثمان 11 سال و 11 ماه و 13 روز، علی ابن ابی طالب 4 سال و 7 ماه منهای 1 روز، حسن ابن علی 8 ماه. تا اون وقتی که حضرت کنارگیری کرد و دیگه رفتن مدینه، 8 ماه و 10 روز. میگه اینو جمع بزنی، این سالها و این ماها و این روزها رو، دقیقا آثار جمعش میشه 30 سالی که پیغمبر اکرم فرمودن تا اون موقعی که امام مجتبی علیه السلام رو وادار به کنارگیری کردن. یعنی مبدع این تغییر و تحول در درون جامعه اسلامی وقتی است که قدرت مطلق به معاویه ابن ابی سفیان رسید. انحرافات جزئی گذشته تبدیل به استحاله کلی حکومت شد. برگردم به ابتدای عرایزم و اونچه که ابتدا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما خواندم. حضرت در نهج البلاغه این طور فرمودند: ان اخوف ما اخاف علیکم فتنه بنی امیه. حضرت فرمودند که ترسناکترین، وحشتناکترین فتنه ای که من بر شما می ترسم و نگران هستم فتنه بنی امیه است. و انها فتنتون امیا مظلمه، هم امیا است هم مظلمه است، تاریکیه فراگیری که همه رو کور میکنه. مردم اون روز نمیتونستن چنین حقایقی را تشخیص بدن. اگر زیارت عاشورا میخونیم، اگر امام حسین رو در زیارت نامه های دیگه زیارت میکنیم، وقتی به مسئله بنی امیه میرسیم فکر نکنید این یک عناد مذهبی، دقت میکنیم، نه، اون چه در تاریخ اسلام اتفاق افتاد مورد وفاق است. مسئله این نیست که در اون زمان مثل اثار دیگه کم و بیش اشکال و ایرادهایی در حکومت وجود داشته. اینها آمدن حکومت خلافت رو، جانشینی پیغمبر رو، حکومت به نام دین را، حقیقتش رو تغییر دادند و نام دین رو برای سوء استفاده نگه داشتند. اللهم لعن بنی امیه قاطبه، لعنت و نفرین خدا بر دودمان بنی امیه که با دین خدا و با دنیای مردم بازی کردند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.